رضا شاه کبیر وارد مجلسی میشه که در اون شعری رو میخونن که خودش ممنوع کرده بوده. آیا واکنش رضا شاه به این صحنه چی میتونه باشه؟ برای شنیدن این داستان جالب با این ویدیو همراه باشید. قمرالملوک وزیری برای دوستداران موسیقی ایران یک چهره آشنا و شناخته شده است. کسی که در دوره اوج محبوبیتش هیچ کس به پای اون نرسید. زنی که قرنها از زمانه خودش جلوتر بود، حجاب از سر برداشت و در دورانی که محدودیت زیادی برای زنان وجود داشت، خوانندگی زنان رو در جامعه موسیقی ایرانی جا انداخت. توصیه میکنم اگر با ایشون آشنا نیستید حتما دو ویدیوی قبلی ما در مورد قمرالملوک وزیری رو ببینید. و اما جالبه بدونید تصنیف معروف مرغ سحر که برای همه ایرانیان آشناست اولین بار با صدای قمرالملوک وزیری در گراند هتل تهران اجرا شده. این تصنیف سروده محمد تقی بهار و با آهنگسازی مرتضی نیداوود در سال 1313 ساخته شد. این تصنیف دو قسمت داره که همون اوایل خوندن قسمت دوم اون ممنوع شد. و جالب اینه که حتی بعد از انقلاب هم کسی این قسمت رو نخونده. ظاهراً رضا شاه کبیر چنان زهر چشمی از خواننده ها گرفته که بعد از گذشت حدود 80 سال هنوز هم خواننده‌ای جرأت خوندن این قسمت رو نداره، چرا که بخش دوم شعر خیلی انقلابی تر از بخش اوله. در شبی پاییزی قمرالملوک وزیری، مرتضی نیداوود، درویش خان و تعداد دیگری از ستارگان موسیقی ایران دور هم جمع شده بودند و در همون شب رضا شاه به همراه عده‌ای از همراهانش وارد خونه میشند. رضا شاه که گفته میشه خودش نسبت به روح بلند و انسانیت قمرالملوک وزیری ارادت خاصی داشته، بعد از عرض ادب نسبت به هنرمندان و بزرگان جمع از اونها میخواند که قطعه ای رو اجرا کنند. بعد از اندکی تأمل قمر با جسارت خاصی که داشته با نگاه زیرکانش به نوازندگان میفهمونه که میخواد همون شعری رو بخونه که رضا خان نه تنها خوندنش حتی آهنگ نواختنش رو هم اکیداً ممنوع کرده و گفته بر نوازندگان و خوانندگان این شعر کوچکترین رحم و شفقتی نخواهد شد. بله، همون زنی که به بهای کشته شدن و سنگسار شدن هم بدون حجاب به روی صحنه رفت و تا پای جونش ایستاد، الان در حضور رضا خان کبیر جرأت کرده که تصنیف مرغ سحر رو بخونه و دو قسمت این تصنیف رو به شکل کامل اجرا کرده. هزار متوجه شدند که همراهان رضا شاه از شدت خشم و عصبانیت مثل بید به خودشون میلرزند و هر دم منتظر دستور پادشاه برای جدا کردن سر همه این هنرمندان از گردن رو میکشند. در حالی که رضا شاه بزرگ که خودش شیفته قمر بود، چشم به گل وسط قالی دوخته بود و به شخص کنار دستش دستور داد کیسه ای از سکه های طلا بر روی اون گل قالی بگذاره. سپس جملگی خانه رو ترک کردند. واکنش عجیب رضا شاه همه رو شگفت زده کرد. شاید عجیب تر از حرکتی که قمرالملوک وزیری در حضور پادشاه انجام داد، رفتاری بود که پادشاه در برخورد با هنرمندان اون زمان کرد. روحشون شاد و یادشون گرامی باد. ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه کانال ما بودید. برای شنیدن داستان‌های جذاب تاریخی کانال ما رو سابسکرایب کنید.